افغانستان در فراسوی فصل پرخم و پیچ فرصت ها و چالش های حل ناشده در تاب کش قوس با دنیا قرار گرفته است. با برگشت امارت اسلامی به قدرت هنوز جامعه جهانی بر تبل تروریسم میکوبد. مشغله دیگرش حکومت فراگیر یا گفتمان ملی است. تنور نشست ها و دیدارهای به حساب درباره بازگشت دختران به مکتب و بانوان در کار گرمتر شده است. افغانستان در کجای این فصل نفسگیر قرار دارد؟ در این گفتگو با حضرت عمر زاخلوال، وزیر پیشین مالی افغانستان خوش آمدید. آقای زاخلوال سلام بر شما، به برنامه خوش آمدید. سلام، تشکر، لطف کردین. امروزها در کابل هستین، مصروف چی هستین؟ مصروفی زیستن در وطن خود، مصروفی بودن با مردم خود و مصروفی طبعا مجالس هایم هستیم با بزرگان کشور، با جامعه جهانی، البته در سطح محدودی که قرار داره، و اینا طبعا تماس میگیرن، میاین در وضعیت موردی، وضعیت اقتصادی کشور بحثا داریم، در وضعیت ناگواری که مردم ما خصوصا مشکلاتی که ناشی از وضعیت اقتصادی است و همچنان فضای نامطمئنی که است بحثا داریم. از وضعیت راضی هستین و خوش میگذره براتون؟ اینمی که در کشور هستیم، اینمی که هر جای و هر کنج کشور بخواهیم رفته میتونیم، با هر کسی بخواهیم ملاقات کرده میتونیم، ابراز نظر کرده میتونیم، طبعا از این فضا، ولی کمی و کاستی هست، چرا نه؟ رویش میم. بله. اگر موافق باشین، شما پیشتر گفتین که با جامعه جهانی، با طبقات مختلف و اقشار مختلف صحبت میکنین و در میان مردم هم میرین. بله. با مقامات امارت اسلامی هم دیدار کردین میکنین؟ بله، زیاد میشین. روی چی صحبت میکنین؟ ببینین، قدرت هر کسی که باشه، چون ما هم یک وقت در قدرت بودیم، قدرت یک اندازه دید کسایی که در قدرت هستن، دیدی که از وضعیت دارن محدود میسازه، گوش شنوایی که لازم است در اونم با محدودیت به وجود میاره. وظیفه ماست که ما حقایقی را به شکلی تصویری بیاریم با کسایی که فلحال مسئولیتی حکومت داره. صفت هر کس کرده میتونه، دشوارترین چیز نقد است، و نقدم به منظور اصلاح، چی در عرصه اقتصادی باشه، چی اجتماعی باشه، چی سیاسی باشه، همش بحث میکنیم و خیلی یک بحثی باز میداشته باشیم. و کمیسیون تماس با شخصیت ها هم با برگشت امارت ایجاد شد و حالا پرسش اینجاست که چرا برخلاف اکثریت سیاسیون ترجیح دادین که در کشور بمانین؟ ببینین، ما از شروع تحول ما در کشور نبودم، ولی همون لحظه یا با یک سفر یک ماه رفته بودم. سفر خود کوتاه ساختم، با چهارمین پنجمین روزی که جا تغییر آمد و سقوط نظام به وجود آمد پس برگشتم، به اینمی دلیل که مردم ما در وقت در فضای آرام هر کس میخواهید این کشور باشه. این در فضای دشوار است که کسی باید تصمیم بگیره که در پروی مردم خود باشه. و از طریق کمیسیون تماس با شخصیت؟ نه، هرگز نه. نه، هرگز نه. در وقت کمیسیون وجود نداشت. درست. مثلا با 15 آگست و در هماهنگی با مقامات امارت اسلامی آمده؟ در تماس بودیم، ولی ما کدام اطمینان را نیازم نداشتیم و کدام تشویشی هم نداشتیم، حراسی هم نداشتیم. این کشور ماست، به مو اندازه است که از هر افغان دیگه است، به شمول کسایی که فعلا در مقامات هستن دیگه، بدون ترس و حراس پس برگشتم. آقای زاخلوال، تا هنوز برای شما کدام موقف، چوکی پیشنهاد شده از سوی امارت اسلامی؟ نه، نشده و نیم من علاقه مندش هستم. چرا؟ به خاطر که ما ببینن در اون وقتی که موقفایم بود، ما کنار رفته بودم، ما از طرف ما استفاده داده بودم از چوکی حکومت
ما اخیرین وظیفه ما نماینده خاص رئیس جمهور و سفیر در پاکستان بود و در اواخر 2018 گفتم کافی است، وظایف مختلف مهمی را انجام دادیم، چیزایی که می توانستیم کردیم. ضرور نیست که یک کسی در چوکات حکومت باشه، یک مقام داشته باشه تا که یک رول مثبت را در کشور بازی کنن، خصوصا در حکومت نباشه اضافه تر صادقانه به نظر میرسه. در حکومت مسئولیت تست که باید که یک حرکت یک کار رو داشته باشی، وقتی که در حکومت نباشی و با مردم باشی، وقتی که حکومت نباشی بازم در سیاست علاقمندی داشته باشی. اونو است که از اون است که آنها شما شاهد بودین که در یک حرکت سیاسی را ساختیم، یک حرکت خیلی خوبی بود، متاسفانه که عمرش کوتاه بود چون تحول آمد، ولی فلحال یعنی نه علاقمندی در امارت است و نه علاقمندی به چا. پس فعالیت های سیاسی تا ادامه پیدا میکنه. این همی هر چیز که میگن، طبعا یک بودن ما، ملاقات های ما، نظر ما، اینی مصاحبه ای که ما با شما داریم، اینی جمع فعالیت های سیاسی میشه. فصل دوم امارت اسلامی را حکومت داریش چطور ارزیابی میکنین؟ چطور دیدین در همین جا بودین؟ ببینن منصفانه باید قضاوت بکنیم، از اینکه هم از منفی زاویات کمی و کاستی و هم از زاویات مثبت، اینا که تانستن که امنیت کشور را برقرار بکنن، اینا که تانستن که میتانست که این فضا خیلی بدتر از این باشه که فلحال ما داریم، اینم و شما در این فضای فلحال تلویزیون شما مونه با محدودیت ها، البته فلحال اون فعالیت های خود داره، ما هم در این امیجا با محدودیت های فعالیت های خود داریم، این نقاط مثبت است، این همی یک تحملی که ما میبینیم، یک چیز مثبتی هست، ولی در یک فضای نامطمئن هستیم، فضای نامطمئن سیاسی، فضای نامطمئن روابط ما با دنیا، فضای نامطمئن اقتصادی و اینی فضای نامطمئن است که امروز روزانه به صدها و یا حتی به هزارها جوان ما ترجیح میده که کشور را ترک بکنن. این مورد مایوسی ما و مورد نگرانی ماست و این همین چیزی است که وقتی که ما بحث میکنیم با زعمای حکومت سرپرست، اینی مسائل را میاریم و بحث میکنیم که این مسئولیتشان میگرده که بارش باید بارش بفهمن و رسیدگی باید شما بریم. آقای زاخلوال، در مدت حالا نزدیک به 2 سال شما از نزدیک شاهد هستین، در داخل کشور هستین و تحولات تعقیب میکنین از طریق از مجراهای مختلف و همونطور که خودتان گفتین، فرصت ها چی بودن به نظرتان که باید استفاده میشد؟ فرصت ها زیاد بودن، هنوزم هست، در این شکی نیست که هرچند که ناخوشایند بود سقوط یک نظام، هرچند که به فایده هیچ کس نبود به شمول زعمای کنونی، هرچند که رفتن سفارت ها در جایی که روابط با دنیا داشتیم و دریجه به نفع کشور نیست، ولی بازم یک صفحه جدیدی باز شده بود. افغانستان تحت سلطه یک گروه آمد، امنیت آمد در این کشور، میتانه شد که از اشتباهات 40 سالی که در این کشور خصوصا حکومت های مختلف آمده و حکومت های پایدار نبودن، از اشتباهات اینا آموخته می شد و اشتباهات تکرار نمی شد. یکی از اشتباهاتیشی که هر حکومت انحصاری ما در 40 سال، در ضرور نیست که با کشورهای دیگه بریم، ضرور نیست که با تاریخ 200 سال 300 سال بریم، نه، با تاریخ 40 سال میرم، حکومتی که به اساس یک فکر انحصاری باشه، حکومتی است که محدود می باشه، حکومتی است که خیلی پای پایدار نمی داشته باشه. در این عرصه میتانست شد که از آغاز یک نظامی به فکر باز، یک نظامی به وسطی، البته به یک فضای سیاسی وسیع تر
گذشت در بعضی ساحات شد در فضای سیاسی متاسفانه تا به حال ما گذشت نمی بینیم و یک اساسی گذاشته شود که ما یک فضای مطمئن به وجود می آمد به جای گریز از کشور مردم تشویق می شدند که پس برگردن به کشور دریجه چون مردم سرمایه خصوصا تحصیل یافته ما سرمایه کشور است درست. سرمایه های بیرونی می آمدن دریجه سرمایه گذاری می کرد در یک فضای مطمئن نامطمئن باز متاسفانه او تشویق و او علاقه مندی باز وجود نمی داشته باشه در این اثر نتانستیم در عرصه پالیسی ها متاسفانه خصوصا پالیسی های در مورد حق کار و تحصیل و تعلیم دختران و خانمان ما فکر میکنیم که یک اساسی خوبی دینی هم نداشت لوجستیکی هم نداشت اجتماعی و کلتوری هم نداشت و پالیسی هایی بود که فضا را ایچی ساخت نامساعد در ساخت برای اطمینانی که مردم نیاز داشتن در روی اشتباه صورت گرفت روابط ما با دنیا متاسفانه به حد زیاد محدود شده ما در این قرن 21 یک کشوری که روابط تنگاتنگ و نزدیک هرچند یک کشور مستقل میخواییم ولی به روابط تنگاتنگ و نزدیک از نگاه اقتصادی و دیپلماتیک خیلی دشوار است به کشور در او متاسفانه بازم باید که اشتباهات پذیرفته شود و این باید گفته شود که در عرصه خیلی موفق نبوده همونطور که در مورد فرصت هایی که از دست رفت گفتین آیا حالا چالش ها بیشتر شده یا فرصت ها بیشترن؟ هر دویش فرصت ها به مرور زمان فرصت کمتر میشه چالش ها بیشتر میشه یک و نیم سال قبل فرصت هایی که وجود داشت تخمینین اگر بگویم اگر 70% بود و ولی با 50% مثلا امروز چی چیز تغییر میکرد از دید شما در اون شروع میتونه شد که گامای برداشته شوه که امروز با دنیا تعلقات می داشتیم مثلا چه کارا می شد 3 تا گام یا 4 تا گام از دید شما چی است؟ از دید ما این که از شروع یک حکومتی که یک قدمی برداشته می شد که مشروعیت مردمی می داشت از مشروعیتی بینونی کدم مشروعیت مردمی امارت اسلامی میگه که ما مشروعیت داریم نه مشروعیت متاسفانه باز مشروعیت معناهای دیگه داره یک حکومتی که مشروعیت داشته باشه باید به اساس یک قانون اساسی باشه که فعلا ما قانون اساسی نداریم قانون اساسی که پس رب میده مردم با حکومت ما هیچ حکومت مشروعیت کامل بدون حمایت مردم نداره و حمایت مردم فقط دعوه نیست که کسی بکنن و بگوین که ما داریم چنین چیزی را اگر چنین چیزی باشه باز باید حراسی از این که از اونمو طریقه های سنتی و یا مدرنی که فلحال هست که نشان بده به مردم و به دنیا که ببینین حمایت مردم داریم این قدم میور داریم نشان میدیم که حمایت را داریم لوی جرگه هاست مثلا از طریق لوی جرگه میتونه شد که یک حمایت مردمی و یک وصل مردم با حکومت چیزی که من میبینم یک فاصله میبینم بین حکومت و بین مردم برداشتی که به مردم داده شوه که حکومت از اوناس و اونا از حکومت هستن چنین برداشتی متاسفانه آیا امارت اسلامی متوجه همین خلایی که شما در بحث هست ما با زوامایی که بحث میکنیم این بحث میکنیم که اینی مدیریت ما ضعف میبینیم ضعف وصل شدن مردم با نظام با حکومت به این که حکومت پایدار حکومتی است که پایش مردم باشه پایش جنگجو نباشه جنگجو در خدمت مردم چی نامش پلیس باشه چی باشه ولی حکومتی که او استوار تنها به پای نظامی خود باشه او یک حکومت نظامی است یک حکومت مردمی شده نمیتونه تا
تناکی به یک پایی. فلحال ما حکومت داریم که به پایی نظامی. در یک بعد از یک تحول نیاز به ای است که اتکا به او داشته باشه. 3 ماه، 6 ماه، 1 سال ای ضرورت بود به ای که یک اتکای نظامی داشته باشه. ولی ای باز در دراز مدت به می شکل نگاه کردن اونموز که فاصله بین حکومت و بین مردم به وجود می آید. حکومت نظامی که از موقتا ضرورت در یک کوتاه مدت ضرورت در میاد مدت قدم های ورداشتن که در دراز مدت مطلق حکومت استوار به شانه مردم باشه. آقای زاخلوال، جامعه جهانی و امارت اسلامی از یک دیگر چی میخوان که به زبان واحد نمیرسن؟ دو تا روایت، روایت امارت اسلامی و روایت جامعه جهانی. مثلا در باب حقوق بانوها دنیا میگه که حقوق بانوها نقض شده، امارت اسلامی میگه که تأمین شده. چطور میشه این متضاد به یک مسیر که مشترک باشه برسن؟ ببینید، قبل از اینکه ما با این بیایم، چیزی که مهمتر از به حکومت این نیست که جامعه جهانی از ما چی میخواه، ایش مهمتر است که مردم ما از ما چی میخواه. این سوال مهمتر است. ما جامعه جهانی مهمتر از مردم نیست. ما در اینجا حکومت هایی داشتیم که جامعه جهانی اونا را پذیرفته بودن ولی مردم فاصله گرفتن، بقا نتانستن. این حکومت پیشین ما مثالش است. خب امارت اسلامی چی میکرد در باب مردم؟ ببین، اول ما میگم باز به جامعه بحث سوالتان که جامعه جهانی جامعه جهانی باز خواسته هایش که اصلا نباید بگذاریم که مدافع حقوق تحصیل و کار خانمای ما جامعه جهانی باشه. چرا به او برسه؟ نباید که باشه. نباید که این مسائل بحث بین جامعه جهانی و یک حکومت باشه. این موضوع در داخل باید حل باشه. اینمی حقیقت بین شرایط تحصیل معانی دینی نداره، کلتوری نداره، اینمی باز مشکل لوجستیکی داره، مسئولیت ما حلش میکنم، در یک هفته حلش میکنم، یک سال دو سال نه. و یا در یک چی نامطمئن خانما حق کار معانی شری نداره، کلتوری هم نداره در جایی که نداره و لوجستیکی هم نداره، در یک هفته اگر کدام کمی و کاستی باشه حلش میکنیم. مسئولیت است. از این خاطر است که ما فلحال راستش کنم باید به صفت یک افغان مسائلی که جامعه جهانی مطرح میکنه مسائلی نیست که اصلا باید در روست مادمان میگو مسائلی که بیاین شما خانمای امتران بگذارین و اینجا باز اساسیت آره اینه برهم میزنه در اینجا و اساسیت رو به بار میاره در اینجا که جامعه جهانی است که نه. ما همین مسئله رو باید حل میکنیم. با جامعه جهانی چی بحثا داشته باشیم؟ مسائل دیپلماتیک، روابط دیپلماتیک، مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی، تهدید از افغانستان، اینی اطمینان و ای گپا، کمکشان، کمک با اینا، اینی مسائل است. متاسفانه به اون سطح بحث نرفتیم. حال جامعه جهانی فقط این همی است که خب بگذارین که دخترایتان به مکتب برن. یک خواستی مطلق افغانی است باشه و حل شوه، گذاشته نشوه، بگذارن خانمایتان به کار برن. یک مسئله داخلی افغانی است، حل باید میشد، حل شوه، بریم به یک بحث دیگه. ولی دیروز دبیر کل سازمان ملل آقای زاخلوال گفت که ما برای بازگشایی مکاتب مبارزه میکنیم. اگر این وضعیت دوام پیدا بکنه در آخر کار و عکس العمل هایی که از سوی جامعه جهانی با توجه به شناختی که شما دارین از دنیا چی میتونه باشه؟ یعنی برای امارت اسلامی آیا این موضوع سودی داره؟ نفعی داره؟ هرگز نه. تاوان رسانده. امی خود تصویر امارت را که یک حکومت زن ستیز، یک حکومتی که مخالف تحصیل و تعلیم دختر است، یک حکومتی که مخالف تعلیمی عصری حتی
تا به این حد هست یک حکومتی که یک دید بازی سیاسی نداره، تحمل سیاسی نداره در مسائل هم سیاست هم مثلا تحمل برای آزادی بیان مثلا نداره. این بحثا هست متاسفانه. در اینجا ما جامعه جهانی را مقصر، اونا اهداف خود دار، ولی بهانه ها و موضوعات به دستشان از داخل افغانستان داده شده که اونا فعلا چوار خود ساختن. یعنی میخواین بگن که هر چه زودتر بهتر. هر چه زودتر کاش. ما بحثی که ببینین، ما با وقتی که حکومت موقت طالبا امارات اسلامی آمد، اکثر تزوماش به کابل نرسیده بود که ما رسیدم. و که اونا رسیدن، ما امرایشان نشستا داشتیم، بحثا داشتیم، برایشان گفتیم یک فرصت خوبی است. امروز با یک 3-4 قدم شما یک فضای را ساخته میتونین که یک فضایی که مورد اطمینان مردم باشه، جامعه جهانی باشه، سفارتان پس. ولی اگر 3 ما گذاشته شوه، این 4 قدمتان 8 قدم میشه. اگر 6 ما گذاشته شوه، این 10 قدم میشه. اگر سال گذشته شوه، این 15 قدم میشه. دو سال گذشته شوه، به حد شاید دشوار شوه که شما تانسته نتانین. چون این شده رئیس متاسفانه. اون شعارتی که جامعه جهانی 1.5 سال قبل داشت، او دشوار شده میره به مرور زمان. او خواسته هایی که داره، شاید به حد برسه که راستی هم نتانن کسی که از این طرف. و یک نوع از هر دو طرف چی را به وجود، تقابل به وجود میاره، تقابل به وجود میاره، زور از مایی را به وجود میاره. جامعه جهانی باید به این طرف زور نشان بده، اینا به اون طرف زور نشان بده، این به نفع کشور نیست. بسیار خوب. چرا با برگشت امارات اسلامی به قدرت بحث تروریسم داغ‌تر شد؟ حتی دستان پاکستان هم در سطح بین المللی بلند است. بله، متاسفانه خود شعار تروریسم یک شعار بگوین یا یک موضوعی است که به خاطر مداخلات جامعه جهانی و به خاطر دستاندازیایشان استفاده شده. اینمی طالبا مثلا دیروز تا پر روز تروریست بودن، یا به نام تروریست متاسفانه کسایی که طالب هم نبودن در این امیجا باگراما پر شد، در امیجا گوانتانامو پر شد. اونمو یکی از فاکتورایی که در اینجا نظام بقا نکرد، اونو اشتباهات میگین و یا اقدامات قصدی که چون این ساخته شد متاسفانه بود. امروز هم اونو شعار نرفته، یک وسیله است. هنوز هم آقای زاخلوال همونطور که شما گفتین به تبلش کوبیده میشه. مثلا اتحادیه اروپا همین که نمایندش در کابل دیدار دارن، میگه که تهدیدهای روزافزون گروه های تروریستی در افغانستان نگران کننده است، در حالی که امارات اسلامی به تکرار رد کرده. چه باید شوه؟ فرمول بهتر سراغ دارین؟ ببینین، تهدید امروز در پاکستان بیشتر از افغانستان است. در حقیقت یک راپور نشر شد، تهدیدها در افغانستان تقریبا در حدود 80% پایین رفته، 80% در پاکستان بالا رفته. در روی چنین نگرانی ابراز نمیشه. در روی امیال همه سفارت ها باز است. امروز همه دیپلمات ها به اوجه می آیا، با وجودی که تهدید ها زیاد شده. در اینجا اونمو شعار باقی میمانه، اونمو تهدیدها از یاد میشه. اینجا پس برمیگرده که ما فضای داخلی خود جور نساختیم. ما حالیم سر از وقت است که در حکومت در افغانستان ببینید نظام خودش نظام این تعلق به دید داره. دیدی کوچک نظام کوچک، دیدی بازتر نظام بازتر. در یک نظامی که به اساس دید کوچک باشه، به اندازه کوچک است که خود اونمو گروه هم در اوجه جای نمیشه. به دید بازتر شوه، هر کس در اوجه پیدا میکنه. ما در می 40 سال باید اموخته باشیم که افغانستان از هر نگاه خانه همه افغانا شوه، حکومتش حکومت همه افغانا شوه. شد یک حکومت، یک حکومت پایدار است، اسلامی می باشه، دنیا هم روش تاکید داره، مستقل می باشه. با
به شکل دنیا ضرورت نیست. مثلا به خاطر که خود گفتمان ملی را مطرح میکنه، آقای خلیزاد توافقنامه دوحه را پشتش هنوز است. و شما چه فکر میکنید؟ ببینید، توافقنامه دوحه یک توافقنامه بین آمریکا و بین هیئت سیاسی امارات بود. او فقط عمو تعاملات بین آمریکا و طالباست. او اساس شده نمیتونه به خاطر حکومت داری در داخل کشور. پس شما طرفدار گفتمان ملی که آمریکا میگه نیستی؟ به او شکلی که اونا میگن که بیا 5 نفر جمع کو قدرت تقسیم، با تقسیم قدرت نیست. طرفدار چه نو؟ ما اینمی تقسیم قدرت به چند نفر آقایون بود که متاسفانه یکی از اعضای حکومت گذشته ما بود. اینی درست نیست. ما میگم که از 40 سال ما باید مخته باشیم، به شمول 20 سالی که در ایجا حکومت داشتم که بالاخره سقوط کرد. ما پایه قوی مردمی به نظام جمهوری نداشتیم. او انتخابات ما به انتخابات نمیماند، او دموکراسی ما به دموکراسی نمیماند، اونمو فضای مدنی ما به او نمیماند، اونمو مطبوعات آزاد ما متاسفانه مشکل از خود داشت و تمامش سپانسر شدگی بود از بیرون. ما یک چیزی سوچی افغانی در داخل کشور، درک افغانی کار داریم، پذیرش افغانی یکی دیگر کار داریم. ای که بیای امریکا با ما بگویه که بیا بیادر اینمیج بیشی، ما بر فرصت آماده میسازم و بیان شما تقسیم بکنین، یک حکومت پایدار از همچون چیزی وجود به وجود آمده نمیدانه. ولی ما از درک افغانی خود بیا، ما قدرت گرفتیم، تمام افغانستان در دست ما هست، قریه قریهش، ولی برای نظام یک پایدار ما آماده هستم که در حکومت یک بخش بگیرم، یک بخش دیگه با مشکل با مردم شریک بسازیم. ما در اینجا طوری که قبلا هم گفتم، ما طریقه های سنتی داریم، لوی جرگه های ماست، از طریق لوی جرگه. ضرور نیست که فقط 5 نفر احمد و محمود، نه، در این کشور، در داخل کشور، اونمو ملک ما، اونمو عالم ما، اونمو جوان ما که فلحال در داخل کشور هست، اونا احساس داده شوند که بخش از نظام هستند. اونا احساس داشته باشند که طالب باشه نباشه وزیر شده میتونن، معین شده میتونن، رئیس شده میتونن، از او بالاتر شده میتونن، سفیر شده میتونن. در اون وقتی است که ما یک نظام و حکومت پایدار ساختیم. تشکر. کمتر از یک دقیقه فرصت داره بخواه زاخلوال بحث خود را جمع میکنیم. پیام ناگفته شما به حکومت سرپرست چی است؟ پیام ناگفته ما که یک فرصت عظیمی، یک فرصت نادری، یک فرصتی که خلاف از توقع بود در دست ایناست. علی از این فرصت استفاده کردن مسئولیتشان است. نکردن چی؟ نکردن اشتباهشان است. و این فرصت به هر قدر به تاخیر میندازه بازم اشتباه است. به خاطر که فرصت همهش قید زمانی داره. همهش قید زمانی، از او قید زمانی ما استفاده نکنیم، بالاخره با یک جنجالک میریم. این کشور ما حوصله بی ثباتی دیگه نداره. فرصتی هست که ما به طرف ثبات ببریم، یک اساس بگذاریم که برای 50 سال، 100 سال، 200 سال مثل که در کشورهای دیگه ثبات بوده، آرامی بوده، مردم به طرف کشور کش شدن، آمدن، نگریختن، همچون فرصتی هست که به وجود بیاید. امیدواری ما است که بتانیم که مشترکان چون فرصت رو بسیار زیاد. تشکر آقای حضرت عمر زاخلوال، وزیر پیشین مالی افغانستان. از حضورتان سپاسگزارم و همین ترتیب میرسیم به پایان این گفتگو. از شما سپاسگزارم. شب روز بخیر.